سلام خدمت همه همراهان گرامی. با مهمترین اخبار سرکوب و نقض حقوق بشر، روز چهارشنبه 24 مرداد ماه 1397 در ایران، از نه به زندان نه به اعدام در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید. روز 22 مرداد ماه، کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به صورت غیر منتظره از زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد. با توجه به قطعی بودن حکم اعدام نامبرده، خطر اجرای حکم وی وجود دارد. این زندانی سیاسی پیش از این نیز چندین بار به بهانه انجام بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در شهر ارومیه منتقل شده و برای انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته بود. کمال حسن رمضان 31 ساله در سال 93 در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد. زندانی سیاسی احمد کعبی 6 سال و نیم است که با بیماری‌های ستون فقرات و سوء تغذیه در زندان کرمان دست و پنجه نرم می‌کند و در همین حال با آزار و اذیت مسئولان زندان مواجه است. در هفته اخیر پس از پیگیری‌های فراوان، سرانجام خانواده احمد کعبی توانستند اجازه 15 روز مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری‌های وی بگیرند. اما قاضی دادیار زندان اعمال نفوذ کرده و 15 روز را به 10 روز تقلیل داد. در زمان مرخصی استعلاجی، با وجود اینکه پزشک متخصص جهت درمان بیماری ستون فقرات احمد کعبی یک دوره درمانی تجویز کرد، اما مسئولان زندان کرمان وی را به زندان برگرداندند. محمد صابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل، طی نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران آقای جاوید رحمان، خواهان آزادی عبدالله بزرگزاده شده و با شرحی درباره بازداشت و زندان خود را گروگان وزارت اطلاعات نامید. محمد صابر ملک رئیسی از جوانترین زندانیان سیاسی حاضر، مدت 9 سال است در زندان و تبعید به سر می‌برد. وی در قسمتی از نامه خود نوشت: جناب آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر، عبدالله بزرگزاده جوانی 30 ساله و دانشجوی بلوچ است و هیچ گونه بیقانونی و جرمی را مرتکب نشده است، اما صرفاً به خاطر داشتن برادری فعال سیاسی ضد رژیم دستگیر و در بازداشت به سر می‌برد. زندانی محبوس در زندان سنندج شورش مروتی، با وجود جراحت و مشکل جدی در تندون پا، پس از گذشت 15 روز کماکان از خدمات و رسیدگی درمانی محروم مانده است. این زندانی طی حادثه‌ای در زندان سقز از ناحیه پا دچار مشکل جدی شد، اما بدون رسیدگی پزشکی از بند سلامت این زندان به سلول انفرادی و پس از 11 روز در روز شنبه 20 مرداد ماه به زندان سنندج منتقل شده است. اوقات خوشی را برای شما آرزو می‌کنیم.